پیام جمعه عزت و کرامت در عراق. تظاهرات بزرگ مردمی در استانهای الانبار، نینوا و صلاح الدین با شعار الشعب یرید اسقاط النظام. مردم شهرهای رمادی، فلوجه، موسل، تکریت و سامرا به رغم اقدامات سرکوبگرانه نوری مالکی بعد از نماز جمعه به خیابانها ریختند. شعارهای تظاهر کنندگان عراقی علیه مالکی با الگوی قیام کنندگان سوری علیه بشار اسد. یالا گم شو ای بزدل، ای مالکی ای مزدور، ای مالکی ای دجال، به بشار نگاه کن و خودت را ببین. ای مالکی ای ملعون، ای مالکی ای ابلیس، ای کریشت از رژیم ایران است. و یا مالیک و یا شیطان و یلی اصلک من ایران، الفلوجه ما تنهان و یلا ارحل یا جابان، یلا ارحل یا جابان، و یلا ارحل یا جابان، و یا مالیک و یا مندس وصلت حدها وكافي وبس، يبدو انك ما بتحسوا، يلا ارحل يا جابان، يلا ارحل يا جابان، ويلا ارحل يا جابان، ويا مالكي ويا دجال، الفلوجه فيها رجال، يوم الزحف يكون جبال، ويلا ارحل يا جابان، ويا مالكي ويا خاسيس، دم الشهداء ما نرخيص، انظر على بشار وقيس حالك من حال وجابان، ويلا ارحل يا جابان، ويا مالكي ويا ملعون، يلي ألعن من شارون، عرض الحرة ما بيهون، ولازم ترحل يا جابان، ويلا ارحل يا جابان، الموت 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 ولا البذل، لا الموت 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 ولا البذل. عراق روز جمعه صحنه بالا گرفتن بهار عربی و شعارهای الشعب یرید اسقاط النظام، مردم سرنگونی نظام را اراده کرده اند علیه حکومت مالکی تحت عنوان قیام عزت و کرامت بود. به رغم بسیج سرکوبگرانی نوری مالکی برای ممانعت از شکلگیری تظاهرات و جلوگیری از پوشش خبری تلویزیون ها و حضور نمایندگان خبرگزاری ها، صدها تن از قیام کنندگان عراقی در استانهای الانبار، موسل و صلاح الدین در تظاهرات اعلام شده روز جمعه علیه خودکامگی و دیکتاتوری مالکی بستند. تظاهرات بزرگ شهرهای رمادی، فلوجه، سامرا، تکریت و موسل مردم عراق با خواست سرنگونی مالکی و با شعارهایی مشابه شعارهای قیام کنندگان سوری و همچنین با شعار الشعب یرید اسقاط النظام از سوی ناظران و رسانه‌های عربی و بین‌المللی، اوج جدیدی از خیزش‌های مردمی در عراق علیه حکومت مالکی ارزیابی شده است. تلویزیون الجزیره گزارش داد در یک تجمع گسترده که با الهام از قیام‌های عربی جمعه عزت و کرامت نام گرفته است، فریاد الانبار مجدداً علیه نوری مالکی بلند شده است. تجمع در الانبار و بستن جاده‌ای که عراق را به اردن، سوریه و عربستان سعودی وصل می‌کند همچنان ادامه دارد. هیئت‌هایی از استان‌های صلاح الدین، نینوا، دیالی، بغداد، بابل، زیغار، واسط و اقلیم کردستان نیز به تظاهر کنندگان در الانبار پیوستند. هیئت بزرگی از شیوخ عشایر جنوب در تحصن برادرانشان در استان الانبار حاضر شده و با خواسته های مشروع آنها اعلام همبستگی کردند. تلویزیون بغداد گزارش داد این بزرگترین تظاهرات در فلوجه و در تاریخ عراق بوده است.
به گفته متحسنان این تظاهراتی ملی است. در موسل نیز تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. تلویزیون الجزیره گزارش داد راهپیمایی بزرگی در موسل صورت گرفت که تا میدان خزرج ادامه داشت. تظاهرکنندگان در نینوا تهدید به شورش کردند. تلویزیون سومریه گفت تظاهرکنندگان از دولت خواستار اجرای خواسته هایشان شدند و تهدید کردند که اگر به خواسته هایشان توجه نشود دست به شورش خواهند زد. تلویزیون بغداد در گزارش دیگری از تظاهرات امروز مردم سامراء عراق گفت تظاهرات عظیم مردم سامراء در جمعه عزت و کرامت در حمایت از تحصن کنندگان الانبار برگزار شد. 15 قافله از بصره خود را به میدان تحصن در رمادی رساندند و به تظاهر کنندگان پیوستند و با تحصن کنندگان و خواسته هایشان اعلام همبستگی کردند. به گزارش این تلویزیون نیروهای امنیتی در دیالی جهت جلوگیری از هر گونه تظاهرات در حمایت از تحصن کنندگان الانبار کلیه مسیرها را بستند. در موسل نیروهای امنیتی با شلیک هوایی مانع تجمع و تظاهرات مردم می شدند و از آمدن آنان به محل تظاهرات ممانعت می کردند. در فلوجه تظاهر کنندگان 3 تابوت سمبولیک را روی دست گرفته بودند. روی یکی از آنها نوشته شده بود آزادی در عراق، روی دیگری وعده های المالکی و روی سومی نوشته شده بود قضائیه عراق. این تظاهرات جاده بین عراق با سوریه، اردن و عربستان را قطع کرده بود. علاوه بر تظاهرات عظیم در فلوجه، تظاهرات خشمگینانه علیه دولت مالکی در موسل، بیجی، تکریت و سامرا نیز برگزار شد. تلویزیون الجزیره در گزارش دیگری گفت در تظاهرات امروز مردم عراق علیه مالکی صدها هزار عراقی خواستار آزادی زندانیان در زندانهای عراق به ویژه زنان زندانی شدند. محمد الفیصل رئیس کانون وکلای عراق همراه با یک هیئت بزرگ از وکلا و شخصیت‌های قضایی از بغداد، فلوجه، بصره، تکریت و ناصریه در همبستگی با مردم رمادی و حمایت از خواسته هایشان مبنی بر آزادی زنان و مردان زندانی بیگناه در تظاهرات رمادی شرکت کردند. الجزیره در گزارش خود از فلوجه گفت تظاهر کنندگانی که از مناطق جنوبی آمده اند می گویند می خواهند طایفه گری را نفی کنند. اکنون در اینجا شعارهایی در مدح امام حسین و امام علی ابن ابی طالب علیه السلام جریان دارد تا از این طریق این شبه را که دولت مالکی میگوید تظاهر کنندگان فرقه گرا هستند رد کنند. این جمعیت خواستار احقاق حق هستند. خطیب نماز جمعه در فلوجه گفت ما برای فریاد کردن رنج ها و زخم هایمان و پایان دادن به ظلم علیه زنانمان برخواسته ایم. ما خواستار سربلندی مردم عراق از شمال تا جنوب هستیم. تلویزیون بغداد نیز گفت به رغم تلاش نیروهای دولت مالکی در فرماندهی عملیات الانبار تظاهر کنندگان خود را از نقاط مختلف به محل تحصن در الانبار رساندند. مقتدا صدر رهبر جریان صدر خواستار برآورده کردن خواسته های مردم الانبار شد. فراکسیون الاحرار وابسته به مقتدا صدر در پارلمان عراق گفت با تظاهر کنندگان الانبار علیه فساد و دیکتاتوری همراه است. مها الدوری نماینده پارلمان عراق از جریان احرار گفت جریان صدر و رهبر آن مقتدا صدر تا زمانی که تظاهرات ها علیه فرقه گرایی و دیکتاتوری باشد محکم در کنار تظاهر کنندگان الانبار و شهرهای دیگر ایستادند. به گزارش تلویزیون الرافدین نوری مالکی در تلاش های سرکوبگرانش برای مقابله با تظاهرات مردم عراق به ایجاد نقاط بازرسی در شرق فلوجه دست زد.
نیروهای مالکی از ورود خبرنگاران و خودروهای پخش مستقیم که از بغداد جهت ورود به شهر و پوشش خبری تظاهرات می آمدند جلوگیری می کردند و هزاران تن از مردم را در آن نقطه نگه داشتند. تلویزیون بغداد گفت فرماندهی عملیات علنبار مانع ورود خبرنگاران به استان شد.